درود و وقت بخیر. با سرویس خبری این ساعت از هزارورد با من ریحان رابح و همکارم لاله رحمانی خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها. جبهه مقاومت ملی افغانستان 15 عضو طالبان را در پنجشیر کشتند. اعلان حمایت و همدستی جدی ایران با طالبان. جبهه آزادی 5 عضو طالبان در 2 حمله در کابل و کندوز کشته شدند. اسلام آباد چهره نظامی به خود گرفته است. برای مهاجران افغان در ایران اقامت موقت پیش بینی شده است. سفر وزیر خارجه هند به پاکستان پس از 9 سال. مشروع اخبار. جبهه مقاومت ملی افغانستان مسئولیت انفجار شام جمعه 13 میزان در قرارگاه طالبان در ولسوالی دره ولایت پنجشیر را به عهده گرفت. این جبهه در خبرنامه اعلام کرد که در این حمله 13 عضو طالبان کشته و 2 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. در خبرنامه آمده است این حمله ساعت 6:25 شام روز جمعه توسط نیروهای دلیر جبهه مقاومت ملی بر قرارگاه توله سوم، کندک چهارم، لوای خاص وزارت دفاع گروه تروریستی طالبان مستقر در پنجشیر در روستای محمد بیک خیل انجام شده است. جبهه مقاومت این حمله را یکی از پرتلفات ترین حملات نیروهای جبهه مقاومت ملی علیه طالبان در ماه‌های اخیر خوانده است. شام جمعه باشندگان پنجشیر از وقوع انفجار نسبتاً قدرتمند در ولسوالی دره به افغانستان انترنشنال خبر دادند. منابع محلی گفتند بعد از وقوع این انفجار طالبان ساحه را بستند و با آمبولانس ها قربانیان انفجار را بیرون کشیدند. عبدالله فاروقی سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر گفت بالون گاز در یک مهمانخانه منفجر شده و 6 نفر در این حادثه زخمی شدند. او گفت مجروحان به سرعت به مراکز صحی منتقل شدند و وضعیت آنها وخیم نیست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این انفجار خسارت مالی نداشته است. کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان در نشست فرمد مسکو از اقدام اخیر کشورها برای کشاندن طالبان به دادگاه بین المللی دادگستری انتقاد کرد. شماری از کشورهای غربی و اروپایی اعلام کردند به دلیل نقض حقوق بشر علیه طالبان در این دادگاه اقدام خواهند کرد. به گزارش رسانه ایراف حسن کاظمی قمی در ششمین نشست فرمد مسکو گفت به دادگاه کشاندن طالبان در شرایط کنونی اقدام نادرست و شتاب زده است. نماینده ویژه جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های طالبان علیه زنان نکرده است. جبهه آزادی افغانستان از 2 حمله نیروهایش علیه طالبان در کابل و کندوز خبر داده و گفته است که در این حملات 5 عضو طالبان کشته و 2 نفر دیگر این گروه زخمی شدند. در خبرنامه جبهه آزادی افغانستان آمده است که نیروهای این جبهه شام دیروز جمعه 13 میزان پاسگاه طالبان در ساحه تانگ تل 5 ستاره واقع در ساحه حوزه 17 شهر کابل را هدف قرار دادند که در نتیجه 3 طالب کشته شدند و 1 عضو دیگر این گروه زخم برداشته است. این جبهه در خبرنامه دیگر گفته است که نیروهایش شام دیروز در بندر امام صاحب کندوز نیز عملیات را علیه طالبان اجرا کردند. دولت پاکستان برای میزبانی از نشست شانگهای و جلوگیری از ناآرامی‌ها مسئولیت تأمین امنیت شهر اسلام آباد پایتخت این کشور را به ارتش واگذار کرده است. رادیو دولتی پاکستان گزارش داده که نظارت و گشت نیروهای ارتش از صبح روز شنبه 5 اکتبر در این شهر آغاز شده است. انتظار می‌رود که نیروهای ارتش به مدت 2 هفته برای تأمین امنیت در همه نقاط اسلام آباد حضور داشته باشند. از سوی دیگر حامیان عمران
خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان تظاهرات خود را از شهر پشاور آغاز کرده و در تلاش رسیدن به شهر اسلام آباد هستند. نهادهای امنیتی با بستن همه مسیرهای منتهی به اسلام آباد هشدار دادند که هیچ حزب یا گروهی تا زمان برگزاری اجلاس سازمان شانگهای در پایتخت حق تجمع ندارند. ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان ایران گفته است که بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی برای مهاجران 3 نوع اقامت موقت شامل 1 ساله، 3 ساله و احتمالاً 7 ساله پیشبینی شده است. با گفته او اقامت دائم برای مهاجران وجود ندارد. او به خبرگزاری هزاره ورلد گفته است که طرح ساماندهی اتباع خارجی و اساسنامه سازمان ملی مهاجرت در دستور کار کمیسیون امور داخلی مجلس ایران قرار دارد و تا کنون بیش از 20 بند این طرح به تصویب رسیده است. این نماینده مجلس ایران با اشاره به برخ جزئیات طرح مذکور گفته است. بر اساس این طرح ما به مهاجرینی که وارد کشور می شوند پس از اسکن چشم 1 کارت می دهیم که همه خدمات مورد نیازی او با این کارت ارائه می شود. این کارت به هیچ وجه قابل جعل نیست و فرد مهاجر باید آن را تا زمان خروج از کشور به همراه داشته باشد. و خبر اخیر این که دولت هند شام جمعه 13 میزان اعلام کرد که سوبرامانیام جایشانکار وزیر خارجه این کشور برای اشتراک در نشستی بر رهبری چین به پاکستان سفر میکند. سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که از سال 2015 تا کنون هیچ مقامی در این سطح به پاکستان سفر نکرده است. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که وزیر امور خارجه هند به جای ناریندرا مودی نخست وزیر هند در نشست سازمان همکاری شانگهای به پاکستان سفر میکند. سخنگوی وزارت خارجه هند به رسانه ها گفت که احتمال دارد وزیر خارجه هند با همتای پاکستانی خود درباره روابط دو جانبه دیدار کند. روابط بین هند و پاکستان از زمانی که این دو کشور در سال 1947 استقلال خود را از بریتانیای کبیر به دست آوردند به حالت عادی برنگشته است. روابط هند و پاکستان همواره با تنش‌های زیادی همراه بودند و دولت‌های این دو کشور در این سال‌ها همواره بر سر حاکمیت بر کشمیر اختلاف داشته و وارد درگیری شدند. ممنون از همراهیتان. تا بعد، خدا نگهدار.